Cemre, Cemre. Ay, عزیزم یخ زدی تو که، قربونت برم. ببخشید آقا، کجا لباسشو میتونه عوض کنه؟ اینجا میتونین، اجازه بدین نشونتون بدم. خیلی ممنونم. زینب تو هم اگه میشه یه آبی چیزی بخور. باشه. الان با وکیلمون حرف زدم، با ریش گونه خلافی مرتکب نشدن. آره جونم، همه چیزو برای انگشت نگاری فرستادن، اصلا انگشت هیچ کدومشون تایید نشده، فقط کوزه دادگاهی شد. آره اول بازجویی بعدش دادگاه. بابا نو دارین حرف میزنین؟ باشه بهتون خبر میدم. بهشون میگفتین نگران نباشه؟ گفتم گفتم. خوبه. امیدوارم مریض نشی. تب نداره ولی بدنش خیلی سرده، از سرما نیست، از اعصابشه که خورد شده. اعصابش خورد شده و ترسیده. بیا اینم بپوش. نه نمیخواد، لازم نیست. بپوش دیگه. نه خیلی خوب، باشه بده. من برم یه چایی بگیرم و بیام. باشه. میخواین من برم؟ نه عزیزم، راستش من دستشویم دارم، از اعصابم دیگه. کوزه یه بار دیگه عشقشو به تو نشون داد. حق با تو بود. کوزه دوست دختر نداشت، اون دختر فرهاد بود. میدونم، از دختر به عنوان تومه استفاده کرده. جمره، چطوری این کارو کردی؟ چطوری با باباریش ازدواج کردی؟ بس کن زینب. معذرت میخوام، سر راتون یه دیوار دیگه کشیدی. ساکت شو. بگیر عزیزم. خانم جمره، باید با من بیایید تا گفته‌هاتون رو بخونید و تایید کنید برای امضا. جناب اجازه میدین این بچه دو لقمه غذا بخوره بعد امضا رو بگیرین؟ چی میشه مگه؟ هر چی باشه ما اینجا هستیم، جایی که نمیخوای فرار کنیم که. ولی باید با من بیاین، اوضاع زیاد خوب نیست. مامان جان مهم نیست، بذار برم امضا کنم زودتر تموم شه. باشه تو اینو بگیر، منم اینا رو بردارم. تو چطور اجازه دادی آبروی چندین ساله ما اینجوری از بین بره؟ این آدم در مورد پرونده هیچ گزارشی به تو نداده بود. قربان حق با شماست. همه چیزو نابود کردید. یه زن بیگناه به قتل رسید و قاتلش هم پیدا نکردید. حالا که قاتل پیدا شده میگید مرده. شما درست میگین، تکرار نمیشه. چرا ساکت شدی؟ بازم بگو، به من اعتماد کن. همه این اتفاقا تقصیر توئه. حق با شماست قربان. اشتباهاتمو قبول میکنم و همه یه تقصیراتو به گردن میگیرم. بیا ببینم قربان. سامی تکین اغنو رو تو بیمارستان پیدا کردن. زخمی شده؟ سکته قلبی کرده. چند ساعت بعد از حادثه به بیمارستان منتقلش کردن. گانه عزیزم خوبی؟ بیا بشین. بشین عزیزم. چی شد؟
آقای محترم نزدیک نشین، اینجا بسته است. برای چی؟ امروز بسته است. من همیشه اینجا ورزش میکنم. لطفاً برگردین. چی شده؟ موضوع چیه؟ متاسفانه نمیتونم چیزی بگم، لطفاً از اینجا دور شید. باشه، خسته نباشی. ممنونم. چیزی پیدا کردین؟ اون بالا دوتا رد پا پیدا کردیم، ولی به خاطر برگا زیاد مشخص نیست، ولی بازم داریم میگردیم. امیدوارم پیداشون کنیم. برای به هم خوردن ازدواج با پسر خود معامله کرد. خدا لعنتشون کنه. این همون چیزی که برای باری آماده کرده بودم اینجا چاپ شده. کی این کارو کرده؟ کی وارد لپتاپ من شده؟ اگه تو روز عروسی این کارو کرده بود میگفتم بازم کار باریشه، ولی غیر ممکنه، کار کسی دیگه ایه. حتی دوربینه هم چیزی رو ثبت نکردن. باور نمی کنم. خیلی واضحه که از ایمیل من براشون فرستاده شده. اینو بخونید تا خیلی زود واسه روزنامه‌نگارا بفرستیم. به من گفتن جادوگر. اینجا نوشتن جادوگرم. بعد از روزنامه ها تو برنامه های تلویزیونی هم آبرومون رفت. میدونین بعد از این اتفاقا برای حفظ آبرومون باید یه کاری انجام بدیم، ولی مثل مصاحبه نباشه، یه چیز متفاوت‌تر. به ابرو خانومم گفتم برای حل این موضوع باید با دلایل محکم‌تری ظاهر بشیم تا بتونیم موفق بشیم. نه، این ازدواج قبول نمی‌کنم. باریشو هیچ وقت نمی‌بخشم. می‌خواید وارد بازارهای جهانی شید، واسه این کارم 3 ماه وقت دارید. اینطوری نمی‌تونیم به جایی برسیم. تا شروع نکردیم همه چیز نابود میشه. منم موافقم. اگه این مسئله رو حل نکنیم، شهرت سینانرها واسه مدت طولانی از بین میره. میخواییم بگین که آبروی از دست رفته رو با یک عروسی مجلل به دست میارم؟ نه بابا، دیگه چی؟ منظورشون همینه دیگه. هرگز مامان، هرگز زیر بار این کار نرو. ابرو خانم، آدم ها اینجور ماجراها رو دوست دارن. به عکسای جمره خانم نگاه کنین، همه روزنامه ها از عکسای اون پر شده، هیچ کدومشون ازش بد نگفتن. معلومه همه این دختره رو دوست دارن. ازش متنفرم، از اون دختره متنفرم. اون دختره از بین این مردم اومد و با شاهزاده ازدواج میکنه و مردم هم دوستش دارن. درسته، حتی میتونیم ازش تو شرکت هم استفاده کنیم. اگه این کارو بکنم رسماً شکست خوردم. فقط تا وقتی که اوضاع آروم بشه این کارو میکنید. نه مامان، وقتی میتونیم این مشکل رو حل کنیم چرا خودمونو به درد سر بندازیم؟ تو این دنیا خانواده های با اصل و نسب از این فرصت ها استفاده میکنن. حتی اگر این ازدواج اشتباه باشه شما باید ازش بهره برداری بکنید. نه، جمره دیگه نمیتونه سرپا وایسه. ما با کمیسر صحبت کردیم، گفتیم که میخوایم بریم، اونم گفت مشکلی نیست. باشه، راننده شما رو میرسونه. نمیخوای منتظر باریش بمونی؟ من اینجا هستم، لازم نیست شما منتظر بمونید، وکیلامونم اینجا هستن. فقط جمره نمیخواد به اون خونه برگرده، ما خونه خودمون میریم. باشه، مشکلی نیست. کوزه هنوزم اون توه؟ باریش هم اونجاست. عشقم، خدایا خیلی ترسیدم که بلایش سرت آورده باشن. خوبی؟ آره؟ عزیزم، اه
قبل از این که پیش بازرس بریم میتونم یه سری به پزشک قانونی بزنم؟ باید یه نفر رو ببینم. نزاکت جانایی. بعد از مشخص شدن هویتش جسدش به شهرش فرستاده میشه. شاید تا الانم فرستاده باشن. سیمای؟ مامان تو رو خدا منو ببخش. مامان تو رو خدا منو ببخش. مامان جونم، من شخص زیر منه مامان. بس دیگه، من نمیخوام بیشتر از این اینجا بمونم. نمیتونید منو به زور اینجا نگه دارید. خانم محترم، من شما رو درک میکنم، ولی تا مراحل اداریش تموم نشه نمیتونین جنازه رو تحویل بگیرید. پس همینطوری دفنش کنید. اصلا برام مهم نیست. خیلی ترسیدم از این که بلایش سرت بیاد. باریش بسه. کوزی، کسافت لعنتی، این بعد من حالشو بگیرم. باریش، ولم کن. آروم باشین. از جمعه فاصله بگیر، فهمیدی؟ این بلاها رو تو سر ما آوردی. دیگه نمیخوام طرف اون ببینمت. شنیدی؟ باریش آروم باش. از زنم فاصله بگیر. باریش مزخرف نگو. به خاطر اون داشتی میمردی؟ نه، به خاطر اون نبود. زود باش جمره را بیافت. پسرم خوبی؟ خوبی؟ بابا رو پیدا کردن، سکته قلبی کرده، الان تو بیمارستانه. چی؟ بابا تو بیمارستانه؟ آره. زود باش کازای تکینوکلو، باید بریم. یه لحظه باید بریم بیمارستان. نمیتونیم بریم بیمارستان. پسرم، میگن بابات این کارو کرده. اصلا چنین فکری نکن، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. ممکن نیست، شک نکنید. کمیسر، به بابای من شک دارم؟ کمیسر شرف، من دیگه کمیسر نیستم. جمره خیلی ترسیده، میخوام امشب اینجا بمونه. اگه جلوی در هتل خبرنگار هست، لازم نیست جمره تو اون شلوغی اونجا باشه. تا اونا اینجا رو پیدا بکنن جمره دیگه به خودش اومده. منو هیچ وقت نمیبخشه. باشه، پس من فردا میام و جمره رو میبرم. من تنها خوشم اینه که هر دوتون از این ماجرا جون سالم به در بردی. منم نمیتونم باور کنم. شبتون بخیر. شبتون هم بخیر.
مامان جان من فردا هم با اون نمیرم. خیلی روک همه حرفامو بهش میزنم. تو روز خیلی بدی رو گذروندی، حالا بگیر بخواب، فردا با هم دیگه حرف میزنیم عزیزم. به من میگه به خاطر کوزه‌ای داشتی میمردی، خودش منو تو تله انداخت. میدونی اگه کوزه جای اون بود میمرد، ولی هرگز اون تلفن رو به من نمیزد. اگه منم بودم همون کار رو میکردم. من با باریش حرف میزنم مامان، دیگه به این زندگی ادامه نمیدم. الو بگو باریش. میخوام همین الان با هم دیگه حرف بزنیم. باشه. تو بردی، من همین الان میتونم ازدواجمو به هم بزنم. تو الان کجایی؟ جملا رو گذاشتم خونه مامانش، الان تو راه. تو کجایی؟ من بیام اونجا. اینجا نمیخواد بیای. بذار خبرنگارای دم در رو یه جوری دست به سر کنم، بعد بهت خبر میدم بیای کجا. خیلی خوب. باشه. تو ساحل وایستا. طبق گزارشات مادر سیمای و فرهادو با یه اسلحه به قتل رسوندن. وقتی شما داشتین دعوا میکردین شانس آوردین که اسلحه فرهاد افتاده زمین. مشخصه از اسلحه خودش استفاده نکرده. تو هم خودتو از اینکه بابامون به جای تو انتقام گرفته ناراحت نکن. اون به خاطر تو این کارو کرده. دنبال مقصر نباش که آخرش به بابامون ختم میشه. اون عوضی به سزای عملش رسید، ما هم راحت شدیم. اون مردی که واسه خودش دشمنای زیادی داشت. پلیسا ظاهرا به یه نفر مشکوکن به اسم مجید. وقتی همه با اون مشکوکن یه کاری نکن که بابا تو درد سر بیفته. تلفنتو بده من. میخوای چیکار کنی؟ تلفنتو بده. به هیچ عنوان به کمیسر زنگ نزنی یا دنبال درد سر نگرد. ببین کوزه بابای ما سنی ازش گذشته، تو زندون دووم نمیاره، قلبش بهش اجازه نمیده. از این حرفایی که بهت میزنم ناراحت نشو، فقط به این فکر کن که از شر فرهاد راحت شدیم. به خاطر بابا اونم که شده سکوت کن. گفتم به خاطر دیشب منو نمیبخشی. یه نفر باید جلوی این ونوس رو میگرفت. اگه اونو نمیبردش خونه همه چی خرابتر میشد. ولی بازم ازت ممنونم که معذرت خواهی منو قبول کردی. من دختر لوسی نیستم.
خوب شد باریش و جمره اونجا نبودن، وگرنه دیگه نمیتونستیم جلوی وینوس رو بگیریم. به نظر من باریش و جمره به دور از همه چیز دیشب ترجیح میدادن ماه عسل رو جشن بگیرن. آره حق با تو، خدا بهشون رحم کرد، شاید کشته میشدن. زینب اگه میشه از اتفاق دیشب حرفی نزنیم، راستش به زور راضیت کردم بیای اینجا، برای همین هر دقیقه که الان با همین برام خیلی مهمه. چه میدونم در مورد چیزای دیگه حرف بزنیم. منتظر کسی بودی؟ نه. کیه؟ نه از اون دیشب که منو ول کردی و رفتی، نه از الان که درو باز نمی کنی. هرگز نمی بخشمت. الان همه چیز معلوم شد. وینوس چرا قبل اینکه میای زنگ نمیزنی؟ فکر کردم لازم به زنگ نیست. وینوس اومدم تا جواب سوال دیشبم ازت بپرسم، اما میبینم جوابم روبرومه. تو دیشب منو به خاطر این از اینجا بیرون کردی؟ از جونم چی میخوای؟ خب زینب خانم، دیشب بعد از رفتن من جشن چطور بود؟ حتما خیلی خوش گذشته. وقتی براک مجبور شد تو رو ببره خونه، جشن ما هم تموم شد. براک منو جایی نبرد، من خودم تنها رفتم. دیشب حال وینوس خوب نبود، اجازه نداد من باهاش برم، برای همین منم تا وقتی به خونش برسه تعقیبش کردم. من دیشب خونه نرفتم، یه جای دیگه رفته بودم. براک ببینم، تو از همین الان داری به زینب دروغ میگی؟ بیچاره وینوس، از اینجا برو. باشه، من ازت عذرخواهی میکنم، ولی خب از کجا باید میدونستم؟ وینوس بهت گفتم از اینجا برو بیرون. تو نمیتونی اینجوری با من رفتار کنی، نمیتونی اینطوری با من حرف بزنی. لطفاً گم شو، نمیخوام بیشتر از این باهات بحث کنم. بازم پیش من میای، بازم ازم کمک میخوای، با پای خودت دوباره برمیگردی پیش من. بهتره من دیگه برم. لطفاً این کارو نکن. ببین من نمیخوام مانع دوستی شما دوتا بشم، لطفاً من برم. زینب بذار توضیح بدم. مجبور نیستی، ولی احساس میکنم باید بگم. زینب خواهش میکنم، ببین، درسته به تو دروغ گفتم، دیشب وینوسو تعقیب نکردم چون داشتم گونه یو تعقیب میکردم. ولم کن، دست از سرم بردار. دیشب وقتی میخواستم وینوس از اونجا دور کنم گونه یو دیدم. نمیتونن منو ساکت کنن، همه باید بدونن چه بلایی سرم آوردن. خیلی خوب. آره منو تنها میفرستی؟ وینوس تو برو، منم پشت سرت میام. باشه بابا، نگران نباش، به پلیس نمیگم. تو فقط الان به من بگو دقیقاً کجایی. آها باشه، دارم میام. نفهمیدم با کی داره حرف میزنه، ولی داشت از پلیسا حرف میزد. خیلی خوب شنیدم، یعنی معلوم بود یه اتفاقی افتاده. تا اون باغ تعقیبش کردم، بعدش هم گمش کردم، هیچی هم ندیدم. بعدم که برگشتم جشن تموم شده بود. نباید اینه رو به پلیسا میگفتی؟ چرا نگفتی؟ چون دلیل قانع کننده‌ای برای اینکه چرا اونجا بودم نداشتم، برای همینم ترسیدم، چون تعقیب کردن گونه کاملا اتفاقی بود.
موضوع این بود. سیما یه لحظه صبر کن بابا، همه چیزمو نابود کردی. آروم باش. نابودم کردی. حالا ما ببین ما هم چی کار کردی. به من نزدیک نشو، به هم دست نزن. لعنت به اون روزی که با داشت شدم. سیما یا آروم باش، این کار رو نکن. بگی بشیم. لعنت به تو، همش شخصیر تو. خدا لعنتت کنه، همش به خاطر تو. به خاطر تو همه چی ما از دست داد. بابا ما از دست دادم، مامانم به خاطر تو مرد. به خاطر تو مرد. بسه. بابام بدون این که منو ببخشه مرد، مامانم بدون این که ببخشتم مرد، مادرم هیچ وقت به خاطر تو منو نبخشید. مادرت به خاطر کارایی که کردی تو رو نبخشید. من با تو ازدواج کردم. من به خاطر اینکه تو بچه‌مونو به دنیا بیاری با تو ازدواج کردم. تو هم رفته اون بچه رو انداختی. سرتو بلند کن. کردی یا نکردی؟ اون روزی که منو فریب دادی یادته؟ برو دعا کن، چون نمیخواستم دستم به خونت آلوده بشه. تو حالا زنده موندی. شنیدی به چی گفتم؟ بابات نتونست تحمل کنه، چون وقتی زن من بودی رفتی با یکی دیگه همبستر شدی. اون پدر بیچارت سکته کرد و مرد. عوضی تو از این خونه فرار کردی، رفتی با یکی دیگه موندی. دهن منو باز نکن. به خاطر اینکه پول جلوی چشماتو گرفته بود با اون عوضی موندی. گفتم از من فاصله بگیر. چند بار بهت گفتم از اون قاتل فاصله بگیر؟ گفتم یا نگفتم؟ ها؟ تو به حرفای من گوش ندادی. تو چیکار کردی ها؟ من تو را از سوی زباله ها در آوردم، یادته؟ داشتی میمردی ولی من بردمت بیمارستان. تو چیکار کردی ها؟ تو چیکار کردی؟ بلند شدی و بارها از پشت بهم خنجر زدی. بی وجدان. معذرت میخوام. با من بازی کردی واسه گرفتن انتقام، با این که میدونستی ولی مادر منو به کشتن دادی. سیمای من نمیخواستم کسی بمیره. ببین منو به چه روزی انداختی. من دیگه با این عذاب وجدان چجوری میتونم زندگی کنم؟ کوزه منم تو رو نمیبخشم. از این که از دست فرهاد خلاص شدی خوشحال نباش. از اون خلاص شدی ولی از من نمیتونی خلاص شی. الان دیگه دشمن بزرگتری داری. سیمای بیا اینجا. اونا رو ول کن. کجا داری میری؟ ولم کن. تو هیچ جا نمیتونی بری، تو جایی نداری که بری. تو آخر عمره نمیتونی زندگی راحتی داشته باشی. تلافی همه این کارات رو سرت در میارم. کوزه از این به بعد نمیتونی با خیال راحت بخوابی. سیمای بیا اینجا. بیا اینجا. کجا داری میری؟ با این کیف و لباس کجا میخوای بری؟ ولم کن برو گم شو. دختر آروم باش، آبروی ما رو نبر، برو خونه. ولم کن، دستتو به من نزن. منو نگاه کن. ساکت شو، ساکت. الان نمیشه، این وقت شب درست نیست. این وقت شب تک و تنها درست نیست. بذار فردا صبح بشه، اون وقت هر کاری دلت میخواد بکن. فردا صبح هر جا دلت خواست میتونی بری، منم باهات میام. بیبریم. ولم کن. برو دختر خوب.
مامان این کارو با من نکن لطفاً. اگه اونو به دادگاه بدی کار من تمومه. خوشحالم که آخرش این موضوع رو متوجه شدی. باشه تو بردی دیگه، این موضوع رو تمومش میکنیم، با هم دیگه توافق میکنیم. ببین من نمیخواستم رو در روی تو وایسم، اما تو این جنگ وقتی اجازه دادی بانو با گونه ازدواج کنه همه چی شروع شد. من با جمره واسه این ازدواج کردم که گونه کلان زندگی ما کنار بره. گفتم وقتی جمره وارد خانوادمون شد گونه هم گم میشه و میره. فکر میکردم دست از سرمون بر میداره، تو بازم طرف اونا گرفتی. خواستی اشتباه تو با یه اشتباه بزرگتر درست کنی، ولی زدی و همه چیزو خرابتر کردی. تو هم نباید این همه به گناه میدون میدادی. باشه هرچی بود تموم شد. دیگه میخوام همه چیو تغییر بدم، هر طوری که تو میخوای میخوام بشم، هر چیزی که تو بخوای همون میشه. راستش با جمره زیاد رابطه خوبی ندارم، اون فقط به خاطر اینکه اعصاب گونه یو خراب کنه درخواست ازدواج منو قبول کرد. مادرش هم از خداش بود که این ازدواج سر بگیره. اینا واسه من مهم نیست. خیلی زود میتونم تمومش کنم و به زندگی قبلیم برگردم، ولی لطفاً مامان لطفاً ازت خواهش میکنم حرفامونو یکی کنیم. از وقتی گونه وارد زندگیمون شد ما از هم دیگه دور شدیم، چی میشه مثل گذشته ها بشیم؟ باریش دیگه هیچ چیزی به جای سابقش بر نمیگرده. برای من خیلی سخت بود که کارتو فراموش کنم، خیلی. مامان میگم که تمومش میکنم، تو اولین فرصت طلاقش میدم، همه ی شرطاتو قبول میکنم، اما تو همون مدارکو به دادگاه نمیدی. این ازدواج نباید به هم بخوره، این تنها شرط منه. نمیفهمم. دست کم یه مدت باید طولش بدی، تا وقتی که همه روزنامه نگارا و خبرنگارا دست از سرمون بردارن و از زندگیمون برن بیرون، تا وقتی که همه چیز درست بشه، تا وقتی که همه شرکت ها رابطه شون رو دوباره با ما درست کنن. باید این ازدواج رو طولش بدی، یک سال زندگی بی درد سر. همه ما باید صبر کنیم، بعد از اون هر کاری که دلت خواست انجام بده، ولی الان هر چی که من میگم باید انجام بدی. اقامت اجباریم تو استانبول بالاخره تموم شد. نمیدونم چیو از دست دادم یا چیو برنده شدم، حس عجیبی دارم، ولی آخرش آزاد شدم. الان فقط این واسم مهمه. امروز به لندورا برمیگردم. به دور از اتفاقاتی که سرمون اومد خواستم ازت خداحافظی کنم، ولی چرا ازت خداحافظی میکنم اونم نمیدونم. به هر حال موفق باشی. کوزه این خبر رو شنیدم، دیگه کابوسامون تموم شد. تو خوبی؟ حالت خوبه؟ دیگه خیال علی راحت شد؟ تمت پیام تو الان شنیدم. منم الان اومدم. چیزیت که نشده، خوبی؟ نه نه خوبم، نگران نباش. آخرش تموم شد. آره تموم شد. عزیزم گریه نکن. خیلی آروم شدم. آخرش سزای اعمالش رو دید. من نتونستم بکشمش.
هر کسی بود به من فرصت نداد. تازه اتفاقا خیلی خوب شد که دستات به خونه کثیف اون آلوده نشد. بعدشم علی به تو چی گفته بود؟ چه قولی به اون داده بودی ها؟ انتقام برادرمو من باید میگرفتم. دیگه علی راحت میتونه بخوابه. تو رو خدا تو هم خودت اذیت نکن. خدا رو شکر میکنم بلای سرت نیومده. انقدر میترسم که خدایی نکرده به خاطر اون بلای سرت بیاد. نمیتونم باور کنم که همه چیز تموم شده ولی شد. فردا واسه هممون یه روز تازه. اینطوری فکر میکنی؟ همینطوره. دیگه هیچ دشمنی نداری که باهاش سر و کله بزنی. دیگه خیالم راحته که هر روز نباید منتظر یه خبر بد بمونم. از این به بعد یه زندگی خوبی و پیش رو داری. داداش ساله هم زنگ زده، واسم پیام گذاشته بود. به منم زنگ زده بود ولی من تو پرواز بودم، بعدن بهش زنگ زدم. همه چیو به هم گفت، راستش همه این خبر رو از اون شنیدم. ولی من میخوام از زبون تو هم بشنوم. اینو از من نخوا. خواهش میکنم. باشه باشه. خب جمره چطوره؟ خوبه. آخرین بار تو اداره پلیس دیدمش. خدایا تو منو ببخش. خدایا تو منو ببخش. خدایا خدایا تو منو ببخش. مامان چی شده؟ جمره خیلی معذرت میخوام. من میخواستم تو خوشبخت بشی ولی از کجا میدونستم این بلا سرمون میاد؟ من به تو گفتم با باریش ازدواج کن. مامان جان این تصمیم خودم بود. من بهش امید دادم، یعنی به تو امید دادم. گفتم کوزه‌ای مشکلات زیادی داره، واسه همین فکر کردم از طرف باریش به تو آسیبی نمیرسه. به خاطر همین اصرار کردم که تو با باریش ازدواج کنی تا خوشبخت بشی. اما به خاطر حرفای تو نبود. ولی من میتونستم جلوی ازدواج تو با اونو بگیرم، ولی این کارو نکردم. الان ببین چقدر غمگین و ناراحتی. خواستم از خطر دورت کنم ولی حق با تو بود دختر، خیلی حق داری. اگه کوزه‌ای بود میمرد و خودشو فدات میکرد، خودشو برای تو میکشت، ولی هرگز اون تلفن رو به تو نمیزد. جمره ممکن بود بمیری. جمره ممکن بود بمیری. مامان جونم حالا که نمردم من نمیتونم باریشو ببخشم. تو همه چیز منی دختر، تو همه کس منی. اگه من تو از دست میدادم چه خاکی به سرم میکرد. آقای جمره چیکار میکردم؟ جمره مامانم گریه نکن، ببین هیچیم نشده. از فردا همه چیز تغییر میکنه، دیگه منتظر سرنوشت نمیمونم. من خودم عوضش میکنم، هرچیم میخواد بشه.
خیر باشه، این وقت صبح بیرون چه کار داری؟ نتونستم بخوابم. دیگه بیشتر از این نتونستم تحمل کنم. چرا از اینجا برو؟ باید با هم دیگه حرف بزنیم کوزی. ما حرفی واسه گفتن نداریم. اتفاقا کلی حرف داریم. چرا برو خونت. تو رو خدا این کارو نکن کوزی. ببین سرما میخوری و هوا سرده. چرا این کارو میکنی؟ چرا اینقدر همدیگر رو اذیت میکنیم؟ چرا برای عشقمون مانع تراشی میکنی؟ من دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم کوزی. میخوام بدون اینکه از کسی بترسم با صدای بلند داد بزنم بگم دوستت دارم. مزخرف نگو. من دیوونه وار دوستت دارم. جبره به خودت بیا. تو ازدواج کردی. تو جبره حاکمنی. تو زن باریشی. تو کاغذ اینطوریه. من اون امضا رو کردم ولی هرگز زن باریش نشدم. دیگه هیچی جلو داره ما نیست کوزی. فهمیدم که نمیتونم ازت دور بمونم. نمیتونم ازت بگذرم. ببین این کارو نکن. این کارو نکن. منو تو شرایط بدی قرار نده. کوزی. تو منو دوست داری. خیلی هم دوست داری. باریش حاکمن، صبحتون بخیر. صبح بخیر شما؟ من سیمای تکین‌اوغلو هستم. چی میخوای؟ گفتم شاید بخوای بدونی زنت کجاست. اینجاست، پیش کوزه. تو چی داری میگی؟ تو میدونستی اون گونه یا دوست داره ها؟ دیگه باید به خودت بیای. از خواب خرگوشی بیدار شو. کوزه عشق واقعی اونه. صبح به این زودی اومده دم خونه کوزه، داره عشقشو به اون نشون میده. وقتی میخواستی فرهادو بکشی پشت تلفن عشق تو اعتراف کردی. حالا چرا این کارش میکنی؟ میدونستم که میمیرم. ببین این کار درستیست. منو بیشتر از این اذیت نکن. منو اذیت نکن. پس چرا برای به هم زدن عروسی اون همه تلاش کردی؟ نمیخواستی جلوی منو بگیری؟ تو یه بار امضا تو زدی. من تا آخرین لحظه منتظرت موندم. تو درخواست ازدواج قبول کردی. تو وقتی دیدی من تو رو از خودم دور میکنم رفتی با اون. رفتی درخواست اون عوضی رو قبول کردی.
چون وقتی با اون دختره دیدمت فکر کردم به خاطر اون از من دور شدی. هر کاری هم کردم به خاطر عصبانیتم بود. الان ما چرا داریم درباره اینا حرف میزنیم ها؟ چیزی عوض نمیشه. عوض نمیشه. خیلی چیزا عوض میشه. هنوزم دیر نشده کوزی. من امروز با باریش حرف میزنم. امروز همه چیزو تموم میکنم. بعدش هم با هم به راهمون ادامه میدیم. ببین من چند بار باید به تو بگم جمره، من نمیتونم با تو باشم. یعنی این غیر ممکنه. قبل باریش هم اینطور بود. گونه ای. پس چرا به اون عروسی اومدی؟ این کارو نکن. به من جواب بده، چرا اومدی؟ ها؟ جمره این کارو نکن. به من نکن. جواب بده، چرا اومدی؟ چرا خواستی جلومو بگیری؟ این کارو نکن. نیومدی که من از پای اون میز بلند کنی؟ اگه اشتباهی به تالار دیگه نمیرفتی چی میشد؟ نمیدونم. بازم میتونستی بگی گنه؟ خوب شد جا رو اشتباهی رفتم. تو وقتی اون اسلحه رو انداختی اینو تایید کردی. نمیتونی از من بگذری. تو هم دیوونه بار منو دوست داری. اون موضوع فرق میکنه. من همه مشکلات رو پشت سر میذارم. یکی یکی. حالا میبینی. به زودی میفهمی مشکل یعنی چی. حالا میشه بری؟ روزه که نخوابیدی داری خودتو نابود میکنی. کاش یکم دیگه میخوابیدی. به خدا خودتو داری اذیت میکنی. خوبم، یه کاریش میکنم. بیا عزیزم، بیا صبونتو بخور تا یکم قوت بگیری. ببین با دستای خودم برای تخم مرغ درست کردم. ای پسرم، وقتی از همون میای بیرون این موهاتو خوش کن، مریض میشی. دیشب نمیدونی چه اتفاقی تو این خونه افتاد. ابرو خانم تا دیر وقت با تلفن حرف میزد، بعدشم با عجله رفت بیرون. نزدیکای صبح بود که اومد. با بانو همش بر 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 حرف میزد. این میگفت اون میگفت. هی حرف زدن. کاش بودی میدیدی. از بین حرفاشون شنیدم ابرو خانم گفت رفتم دنبال باریش، اما نفهمیدم چی با هم گفتن و چه اتفاقی افتاد. اما پسرم بانو چنان دادی زد که من ترسیدم. میگم پسرم، تو چیزی از این قضیه میدونی؟ نمیتونم مامان. خودت گفتی بانو صبح زود رفته، منم که تازه اومدم. گفتم شاید با تلفن حرف زدین. من با کسی حرف نزدم. کار خوبی کردی عزیزم. زود باش پسرم، دو قاشقم از اون عسل بخور، بهت قوت میده. گونه منو نگاه کن پسرم، تو روز زیر چشات باد کرده. واسه ملاقات بابا میای بیمارستان؟ نمیام. بابا تو سی سی او؟ گونه ای اصرار نکن. نمیام. باعث همه بدبختی همونونه. اگه به کوزه این همه رو نمیداد، اون همه بلا سرمون نمیومد. اگه مثل آدم جلوش وامیستاد، کوزه هم سر جاش میموند. اون کارایی که با ما کرد هیچ کدومشو با اون نکرد. الان فرق میکنه، مریضه.
باید بیای ببینیش. سالها تحملش کردم، با بود و نبودش ساختم. مگه اون قدرمو دونست؟ ندونست. خیلی متاسفم، اما اگه فکر میکنه با این کارا میبخشمش، کور خونده، کور خونده. چی داری میگی مامان؟ داره با مرگ میجنگه. گنی به من گوش کن، ببین چی میگم. من دیگه نه تو اون خونه میرم، نه تو اون محله. از نظر من همه چی سمومه. امروز اون خونه پشتی باید کاملا تمیز و آماده بشه. به همه بگو برن داخل خونه رو ببینن. اگه کم و کسری بود سریع اطلاع بدن. این خونه باید خیلی زود آماده بشه. خب؟ به روی چشم خانم. همه تغییرات هم انجام بدید. اون خونه تا آخر هفته میخوام قابل سکونت باشه. فهمیدید؟ خانم شما نگران نباشید. ابرو خانم خبریه؟ برامون مهمون داره میاد؟ نه. باریش میخواد به خونش برگرده. با جمره. از این به بعد پسرم و عروسش توی خونه پشتی کنار ما زندگی میکنن. هر کی هر چی میخواد بگه، دیگه زندگیمو فدای کسی نمیکنه. باشه، ولی کوزه که هنوز جواب قطعی بهت نداده. لازم نیست حرف بزنه. مگه اون کسی نبود که به خاطر من از کشتن فرهاد دست کشید؟ راستش تو اون لحظه هر چیزی که باید میگفت یه جور دیگه گفت. به من نشون داد که به خاطر من از همه چیز میگذره. فکرشو بکن، اون به خاطر من حتی انتقام علی هم نگرفت. همه چیزو با جون و دل قبول کرد و منو انتخاب کرد. دیگه چی باید بگه مامان؟ من نمیدونم جمره، الان چی میتونم بگم؟ هرچی خودت میدونی. آیی باریش اومد؟ مامان جان من میخوام باهاش تنها حرف بزنم. باشه، من مثلا دارم میرم. آی. صبح بخیر. صبح بخیر، خوش اومدی. ممنونم. چطوری این؟ تونستین یکم استراحت کنین؟ یکم. چطوری عزیزم؟ اونم خوبه، یکم استراحت کرده، الان بهتر شده. این مال مادر زن جان. آی خدای من، بازم. خیلی زحمت کشیدی. من فقط باید زودتر برم مغازه، مشتری دارم آخه. خواهش میکنم، من که مهمون نیستم. آره عزیزم، شما بفرمایین تو، خیلی راحت با هم حرف بزنین. میبینمتون. ممنونم، میبینمتون. حالا چطور عشقم؟ خوبم عزیزم. ببینم تب داری یا نه. باریش باید با هم دیگه حرف بزنیم. آره منم یه سری حرفا دارم که میخوام بهت بگم. خب من رابطم با مامانم درست شد، آخرشم تسلیم ازدواج ما شد. دیشب خونه ما اومده بود و خیلی با هم حرف زدیم. بهش گفتم که چقدر دوستت دارم. اون جمره‌ای که من میشناسم، دربارش با مامانم حرف زدم. گفتم که چرا تو رو انتخابت کردم. گفتم جمره رو شناختم. گفتم اون عشق زندگی منه.
این اینجا چیکار میکنه؟ اومده موهاشو کوتاه کنه. خدای من، بگو دردسر دوباره شروع شد. کی موهاشو اینطوری قیچی کرده؟ کی به این وضع انداختتش؟ نپرسیدم ازش. کار خوبی کردی، اصلا ازش نپرس. موهاشو بزن بره. چایی آماده است؟ بله خانم آماده است، الان میارم. موها تمیزه؟ چایی میخوری؟ چه مدلی میخوای کوتاه کنی؟ نمیدونم. میخوای برات مدل بیارم تا ببینی؟ خدا رحمتش کنه. خیلی ممنون. دارم سعی میکنم زندگی تازه شروع کنم. چه کار کنم؟ کوزه منو تو این محله زندانی کرده. از این به بعد دیگه هر روز همدیگه رو میبینیم. وقتی اولین درخواست ازدواجم رو به تو دادم، میدونستم قبول نمی کنی، چون همینطوری بهت پیشنهاد دادم. یه لحظه به فکرش افتادم، اصلا احتمالشم نمی دادم. به ذهنم اومد و بعدشم به زبون آوردم. ولی تو در حالی که به من جواب رد داده بودی، کاری کردی که من واسه ازدواجم ایده های خودم رو داشته باشم. اف، یه عشق پاک، صداقت، درستی چیزایی که حتی فکرشم نمی کردم. تو عقاید منو عوض کردی. من خواستم به این عقاید برسم. بعدش یه دفعه وقتی حتی بهت فکرم نمی کردم، تو به من گفتی که با من ازدواج میکنی. منم قبول کردم. میدونستم تا وقتی از خودت مطمئن نباشی این پیشنهادو قبول نمی کنی. میدونستم که با من بازی نمی کنی. میدونستم که دوستم داری، همون جوری که من دوستت دارم. صادق صادق باریش، به خاطر تو باید مبارزه می کردم که منم همین کارو کردم. تونستم مامانمو راضی کنم. الان دارم پیروزیمو جشن می گیرم. من می خوام از هم جدا شیم. داری شوخی می کنی؟ خواستم بهت توضیح بدم ولی تو گفتی نمیخوای از گذشته چیزی بشنوی. منم حرفی نزدم ولی من نمیتونم. گونه یه نکنه برای عمو سامی اتفاقی افتاده. بفرمایید. تو میخوای چیکار کنی؟ یعنی فکر میکنی کی هستی؟ گونه، فکر میکنی من اجازه همچین کاری به تو میدم؟ صبح به این زودی چی داری میگی گونه؟ آخه با چه رویی؟ واقعا با چه رویی میخوای بلند شی بیای تو این خونه؟ میخوای بیای با من بانو زندگی کنی؟ کی کجا میاد؟ تو چی داری میگی؟ من نگاه کن چمره، به خاطر اینکه من عصبانی کنی با باریش ازدواج کردی، ولی اجازه همچین کاری رو بهت نمیدم. امکان نداره من و تو با هم یه جا زندگی کنیم. آخه همچین چیزی نیست. تو این حرفا رو رو چه حسابی میزنی؟ دیگه بعد از این همه ماجرا نمیذارم اینجوری منو شکنجه بدی. انگار دیوونه شدی. بعد موقع زنگ زدی آقای خوشتیپ، این مژده رو من میخواستم بهش بدم. باریش این چی داره میگه؟ شنیده بعد از اینکه از ماه عسل برگشتیم میریم خونه پیش اونا زندگی میکنیم. یه لحظه، کی میخواد تو اون خونه زندگی کنه؟ من که گفتم با مامانم آشتی کردم. مگه نگفتی از مادر تو بانو جدا شدی؟ من به خاطر اینکه قول دادی دیگه با اونا روبروم نمی کنی باهات ازدواج کردم. این واسه همه ما خوبه، خیالت راحت. من اینو قبول نمی کنم. اگه از تو هم جدا نمی شدم اینو قبول نمی کردم. جمره، ما که از هم جدا نمی شیم. باریش لطفاً، می دونم ازم ناراحتی ولی خب دست کم به خاطر کوزه از هم جدا نمی شیم. حتی به خاطر کوزه به هم دیگه بیشتر عشق می ورزیم. با چشماتون دست منو تعقیب کنید. خوبه دکتر، فشارش نرماله. اینم آخرین نوار قلبیشه. وضعیتتون رو به بهبودیه. حالتون چطوره سامی خان؟ خستم. حال سامی تکین‌اوغلو رو به بهبودیه. از بخش مراقبت‌های ویژه درش میارن.
دکترها گفتن بعد از انتقالش به بخش عمومی اجازه بازجویی رو صادر میکنن. نه سلام عزیزم، فکر میکردم این وقت روز خواب نیستی، واسه همین یه چیزایی خریدم تا با هم صبحونه بخوریم. خوش اومدی. ممنونم. من به کمک احتیاج دارم. وقتی داشتم با تلفن صحبت میکردم، یکی دو ساعت نگذشته بود که جمره اومد. صبح بخیر. شرف خانم واسه مژده دادن اومده بود، منم ازش خواستم واسه صبحونه بمونه. چند بار بهت زنگ زدم ولی جواب منو ندادی. خواستم یکم تنها باشم. بشین تا برم برات چایی بیارم. میخواستم حالا که کمیسرم نیستم وظیفه‌مو انجام بدم. خواستم دمت خانوم از آخرین اخبار اطلاع پیدا کنم. واقعا عجب آدم مقیدی هستی تو. کاش که همه مثل تو باشن. ولی این کارو نکن. بابات چطوره؟ خدا رو شکر خوبه. چند ساعت پیش زنگ زدم، امروز از بخش مراقبت‌های ویژه درش آوردم. خوبه، خدا رو شکر. چند دقیقه دیگه میرم. امروز ازش بازجویی میکنن. خوبه دیگه، از این به بعد خبرها رو از تو میگیرم. نه نه زحمت نکشید، من دیگه با عزتون دارم میرم. حالا بودین؟ نه، شما حرفایی دارین که باید بگین، من بیشتر از این مزاحم نمیشم با اجازتون. یه وقت بذار تو با هم حرف بزنیم. باشه حرف میزنیم. خب از این به بعد میخوای چیکار کنی؟ یعنی این منظورم از بابت کار بود، اگه به کار احتیاج داری به من بگو. تکین اغلو، تو یه مدت با من کاری نداشته باش. این بهترین کاریه که در حق من میتونی انجام بدی. تو قبل از همه چیز عقلتو سر جاش بیار و زندگی تازه رو شروع کن. راستی تا جایی که شنیدم واسه این کار یه قدمی هم برداشتی. بقیه‌اش هم ادامه بده. دیگه با اجازهتون. تشکر میکنم. راستش من ازتون تشکر میکنم که اومدین و همه چیزو بهم گفتین. خیلی ازتون ممنونم. منم از این خوشحالم که این موضوع به نفع شما تموم شد. روز خوبی داشته باشین. روز خوش. آدم خیلی خوبیه، اومد و همه چیزو بهم گفت. خب تو با جمره چی کار کردی ها؟ دمت، تو شرایط خیلی بدی هستم. یعنی هم قلبم هم مغزم داره میسوزه. میگه از باریش میخوام جداشم. به من گفت چرا به اون عروسی اومدی. آره وقتی شنیدم خیلی ناراحت شدم. اگه اون ساعت تو اون تالار تو اون سالن بودم، یعنی اصلا باریشو بیخیال شدم. باریشو ولش کن، اونو بذار کنار. میتونستم در کنار گنه بهش بگم تو مال من هستی؟ کوزه بس دیگه، خودتو نباز. من شاهدم که تا آخرین لحظه منتظر تو موند. جمره به اشتباهش پی برده، میخواد تا وقت تو از دست نداده برگرده. تو هم با چیزای بیهوده اون دختر رو رد نکن. به نظر تو گنه چیز بیهوده یه؟ دیشب تا صبح چه حرفایی با هم زدیم؟ نگفتین یه روز تازه و یه زندگی تازه رو شروع میکنی؟
علی به تو چی گفت؟ عشق شما تا کی میخواد اینطوری بمونه؟ کوزه، تا دیر نشده با جمره ازدواج کن. خیلی راحت زندگیتونو بکنین. شما بیشتر از هر کسی به هم میایین. چرا ترسیدی؟ خب یهو ظاهر شدی، منم حواسم یه جای دیگه بود. داشتم میومدم برای تو هم قهوه گرفتم. خیلی ممنون. از گشتن خسته نمیشی؟ همینطوری داشتم میگشتم. زینب، من اون آدم رو نکشتم، دلیلی واسه کشتن اون ندارم. تو این ماجرا مظلوم ترین آدم منم، حتی از تو هم مظلوم ترم. خسته نباشی. ها، تا یادم نرفته اینم بهت بگم، برای شناسایی اثر انگشت کسی که دستش سوخته به میزان سوختگیش بستگی داره. اگه سطحی باشه میشه اثر انگشتشو دید، ولی آدمایی مثل من که سوختگی دستشون سطحی نیست غیر ممکنه شناسایی بشن. وای، تو این خونه پشتی چقدر خرت و پرت بود. بازم درد سرش برای ماست. هی باید تمیزش کنیم. تازه داشتیم یه نفس راحتی میکشیدیم که دوباره دردسرا شروع شد. دعوای دیروزو ندیدی؟ صبر کن، این که چیزی نیست. بذار عروس جدیدشون به این خونه وارد بشه، اون وقت میبینی چه جوری دعوا میشه. بازم بانو خانم مریض میشه. راستش به شوهرش هم شک داره، از این به بعد خیلی حساس‌تر میشه. تو رو خدا میبینی؟ ابرو خانم نمیذاره چنین اتفاقی تو این خونه بیفته. اگه اینجوری بشه همشون از این خونه بیرون میکنه. الو؟ الو دخترم، بانو وقت داری؟ کار دارم ولی بفرمایین. منم تازه فهمیدم باریش خان میخواد تو خونه پشتی زندگی کنه. آره همینطوره. دخترم مگه این کار شدنیه؟ یعنی اون دختره جمره چطوری به عنوان عروس این خانواده میخواد وارد این خونه بشه؟ منم ناراحتم عزیزم، همچین چیزی نمیشه. یعنی من بار اول که شنیدم فکر کردم همینطوری گفتن، ولی انگار همه چیز درسته چون دارن همه چیزو آماده میکنن. عزیزم همچین چیزی ممکن نیست. اون دختره و تو زیر یه سقف. شما هم به مرور زمان به تصمیمای مادرم عادت میکنین. آره آره، اما مشخصه که تو هم ناراحت و غمگینی. بهتره بگید عصبانیم. دخترم تو اصلا خودتو ناراحت نکن، من حق اونو کف دستش میذارم. بذار بیاد، میدونم باهاش چی کار کنم. اون هنوز نمیدونه من کیم. منم میدونم چطوری این خونه رو واسش زندون کنم بدون اینکه پشت سرشم نگاه کنه. از اینجا فرار میکنه میره. صبر کن ببین. پشت تو من وایستادم. خیلی ممنونم دختر عزیزم، عروس نازنینم. تو اصلا خودتو ناراحت نکن، هیچ نگران نباش. خودتو ناراحت نکن.
من دیگه مزاحمت نمیشم، بعدم میبینمت. خسته نباشی عزیزم، میبوسمت. منم. مبارک باشه. خوبه، دست درد نکنه. چقدر شد؟ نمیخواد. هر چقدر باشه پرداخت میکنه. نمیخواد. فقط دیگه پاتو تو این مغازه نذاری کافیه. نمیخوام به هیچ کدومتون بدهکار باشم. اینو بگیر. برو کنار. جمره؟ میبینم که هنوزم با همین، انگار حرفایی که صبحای تلفن بهت زدم و خوب نشنیدی. از اینجا برو، اعصاب منو خراب نکن دختر. حرفاتو خیلی خوب شنیدم. راستش جمره همه چیزو واسم تعریف کرد. یعنی میگی اینا واسد مهم نیستن؟ آفرین، خوشحالم که دست زنتو گرفتی، چون منم دست شوهرمو میگیرم و ازش طلاق نمیگیرم. گمشو برو، فهمیدی چی گفتم؟ بقیه ماتو من میکنم. این دیوونه رو ببین چطوری صبح زودی اعصاب آدمو خراب میکنه. مامان جان اونو بیخیالشو، منو باریش برمیگردیم خونمون. اومدم اینو بهت بگم. جمره تو چی داری میگی؟ با هم دیگه حرف زدیم، گفتیم یکم دیگه با هم زندگی کنیم. درباره چی با هم حرف زدیم؟ تو هر چیزی رو که میخواستی گفتی؟ یعنی گفتم که نگران نباشی. پس تصمیم گرفتیم به زندگیتون ادامه بدیم؟ آره، بعد از یه چند روز میریم یه ماه عسل کوچولو، بعدش هم برمیگردیم میریم خونه پشتی کنار مامانم اینا زندگی میکنیم. جمره چی داری میگی؟ یعنی چی؟ بعدم میبینمت. میبینمتون. یه لحظه لطفا. خب جبره تو چطوری قبول کردی؟ مامان جان اصلا سوال نپرس. خب شما چی کار کردین؟ چطوری رازش کردین ها؟ عشقمو بهش ثابت کردم. جمره با تو چی کار کرد؟ چطوری نظرتو عوض کرد؟ تو رو ترسونده یا تهدید کرده؟ کاری با من نکرده مامان. دخترم تو صبح داشتی چی میگفتی؟ الان چی داری میگی؟ وقتش برسه بازم با هم دیگه حرف میزنی مامان جان. باشه. نه لازم نکرده، اجازه نمیدم بری. باید بدونم چه اتفاقی افتاده. تا امروز بدون هیچ سوالی پشت تصمیمای جمره وایستادید. لطفاً این سریم برای تصمیمش ارزش قائل بشین. این واسه هممون خوبه. جمره هیچ کس نمیتونه تو رو مجبور به انجام کاری بکنه، میفهمی؟ نگرانم نباش مامان جان. خب عزیزم سوار شو. قبل از روز حادثه شما از یه نفر خواستید تا جای مقتول رو واسه‌تون پیدا کنه. آره، چون مجبور بودم قبل پسرم اونو پیدا کنم. یعنی قبول میکنید که شما اونو کشتید؟ نه قبول نمیکنم. من فرهادو نکشتم. نمیدونم، حالا اثر انگشت نشون میده. از صبح تا حالا یه عالمه تست ازم گرفتن. وقتی جواب این تست اومد میفهمید من دروغ نمیگم. اسلحه‌تون رو چی کار کردید؟ کدوم اسلحه؟ من اسلحه ندارم. من با اسلحه کاری ندارم. آخرین باری که اسلحه دستم گرفتم دوران سربازیم بود. روز حادثه شما رو همون حوالی پیدا کردن. چه توضیحی واسه این دارید؟ پسرمو تعقیب کردم. میدونستم همه رو فریب میده و با اون عوضی روبرو میشه. انکار نمی کنم اونجا نبودم،
واسه محافظت از پسرمون کارو کردم، ولی حالم بد شد. من فشار خونم بالاست، قلبم تحمل نکرد، حالم بد شد. زود به پسر بزرگم گونه خبر دادم تا بیاد رو کمکم کنه، ولی همونجا بغل تلفن عمومی بیهوش شدم. الانم هیچ یادم نمیاد. بابا جون، بابا جون پاشو، باید بریم بیمارستان. منو گوش کن. باشه باشه، فقط آروم باش، خودتو اذیت نکن. بابا باید به برادرت کمک کنی. کنه این اسلحه رو بگیر، باید به برادرت کمک کنی. بابا خودتو اذیت نکن. کنه این دستکشارم بگیر. باشه بابا، باشه باشه. دونه سری برو. ببین من به پلیسا خبر دادم، الان میرسن. بابا، بابا چون وقتی چشمم رو باز کردم دیدم اینجا. تنها چیزی که از اون شب یاد دارم دردیه که اینجا شروع شد و منو سوزوند و نفسم رو قطع کرد. فقط اینو یادم میاد، دیگه چیزی یادم نمیاد. سلام. سلام سامی. تکینوغلو رو از بخش مراقبت های ویژه در آوردم، میخواستم بدونم به کدوم اتاق منتقلش کردم. یه لحظه صبر کنین تا نگاه کنم. اتاق شماره 118. کدوم طرفه؟ این طرف آقای محترم. متشکرم. میخواد شما رو ببینه. میتونم برم تو؟ بله حتما. بیا. بیا جلو، بیا. پسرم بیا نزدیکتر. حرفای منو باور کردن. خوبه. تو کار درستی کردی. حرف منو گوش دادی. به برادرت کمک کردی. خیلی ازت ممنون. منو روسفید کردی. We'll be right back.